سلام، به صفحه دو خوش آمدید. من فرناز قاضی زاده هستم. در حالی که ایران در ترور یکی از مهمترین شخصیت‌های برنامه هسته‌ای‌اش انگشت اتهام را به سوی رقبای منطقه‌ایش می‌گیرد و آنها را متهم می‌کند با هم در این زمینه همکاری کردند، ریاض و تل‌آویو درگیر مسائلی ریشه‌ای و قدیمی هستند. هرچند که پس از فرایند صلح ابراهیم بین اسرائیل، امارات، بحرین و سودان گفته شد امکان ندارد این قراردادها بدون توافق عربستان صورت گرفته باشد و خبرهایی هم از دیدار مخفیانه نتانیاهو و محمد بن سلمان در نقطه‌ای از خاک عربستان در رسانه‌های اسرائیلی منعکس شد، حالا ترکی فیصل، یک چهره مهم و تاثیرگذار سیاست خارجی عربستان، ضمن تکذیب خبر دیدار از اسرائیل انتقاد جدی کرده. شاهزاده بانفوذ در نشست مجازی سه روزه گفتمان منامه در مورد امنیت ملی اسرائیل را به قلدری، آدمکشی و تبدیل سرزمین‌های فلسطینی به اردوگاه کار اجباری متهم کرده. در رابطه اسرائیل و عربستان چه می‌گذرد و این رابطه تا کجا بر ایران تاثیر می‌گذارد؟ دو میهمان داریم. علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لندن با ماست و منشه امیر، سردبیر رادیو پیام اسرائیل از بیت المقدس. خوش آمد میگم به هر دوی شما آقایون. آقای نوریزاده، صحبت‌های خیلی تندی مطرح کرده آقای بن فیصل، میگه که قلدر اسرائیل آدم کشه و میگه سرزمین‌های فلسطینی رو به اردوگاه کار اجباری مبدل کرده. چرا اینقدر تند؟ با سلام به شما آقای امیر و بینندگان بی بی سی. ببینید، سعودیا به هر زبانی این داستان سازی اسرائیلی ها رو تکذیب کردن، ظاهرا قبول نمی کرد کسی. نیویورک تایمز و گاردین و تایمز و همه تحلیل و تفسیر و راجبش، در حالی که چنین چیزی واقعیت نداشت. و آقای ترکی الفیصل که معروف به صراحت لهجه است، چه راجب ایران حرف بزنه چه راجب اسرائیل، واقعیت رو بیان داشت. منظورتون دیداره، دیدار نتانیاهو و محمد بن سلمان. و محمد بن سلمان. و ببینید، شاید محمد بن سلمان دلش بخواد شرایطی پیش بیاد با اسرائیل همکاری کنه، ولی کشورش چنین کاری رو نمیتونه بکنه. به چند دلیل. اول دلیلش مسئله مذهبی است. قدس، بیت المقدس، اولین قبله مسلمانان و سومین حرم. خادم حرمین شریفین نمیتونه وقتی سومین حرم در اشغاله بره با اسرائیل رابطه برقرار کنه و تو بیت المقدس سفارت بزنه. این یک مورد. مورد دوم این است که زمانی که خاندان هاشمی سرپرستی خود رو از اماکن مقدسه عملا تفویض کردن به سازمان آزادی بخش فلسطین، همون وقت عرفات به سعودیا گفت که اسلامی، از جهت اسلامی این مسئولیت شماست. یادم هست وقتی ملک فیصل در کنفرانس خارتوم شرکت کرد و اون سلای معروف رو گفت، گفت تنها آرزوش برگزاری نماز در بیت المقدسه. حالا آیا پادشاه سعودی جانشین و برادر او میتونه قبل از نماز در بیت المقدس اسرائیل رو به رسمیت بشناسه؟ نه. و مسئله سوم که به نظر من مسئله با اهمیتی است، رقابت با ایران. مسئله ایران خیلی مهمه. درسته شاید در پس پرده سعودی ها هم با اسرائیل در مورد ایران گفتگوهایی کردن، بحثای همکاریایی هم حتی کرده باشن، اما علنا بیان اونجا به رسمیت بشناسن، سفیر مبادله کنن، این یعنی خنجر تیز به دست جمهوری اسلامی دادن که در به در دنبال همچی خنجری میگرده که زیر ضربه بگیرد. شد فضای فلسطین هم الان چنین اجازه رو نمیده. فلسطینی ها واقعا همونطور که امیر ترکی میده در فشار و درد و مصیبت، بیکارن، مرض کرونا، قطع درآمدشون، اسرائیل مالیاتاشون رو مدت ها نمیداد، مالیات حقوق خودشون رو، و این است که شرایط به هیچ وجه مساعد نیست برای اینکه عربستان سعودی، پادشاهش خادم حرمین شریفین، اونم وقتی که برادر دیگر ایشون ملک عبدالله زمانی که ولیعهد بود طرح صلحی رو ارائه داد که بهترین طرح صلح و به مصلحت اسرائیل و منطقه بود، که اگر اسرائیل به پشت اراضی 5 ژوئن برگرده 67 عربستان و
و تمام کشورهای عربی و اسلامی اسرائیل رو به رسمیت میشناسن و روابط کامل دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی با اسرائیل برقرار. صحیح. ده. آقای ترکی فیصل هم دقیقاً به همین اشاره کرده که ما هر کاری بخوایم با اسرائیل بکنیم باید با اون در واقع پیشنهاد هماهنگ باشه. آقای امیر نظر شما چیه؟ این ادعایی که مطرح میشه که دیداری صورت گرفته و از این سو به این شدت داره تکذیب میشه. نظر شما چیه در موردش؟ بله، 4-5 نکته خیلی فشرده میخوام بیان کنم پیش از اینکه به پرسش شما پاسخ بگم. سلام میکنم به شما خانم غازی‌زاده و درود به عزیزم آقای نوری‌زاده. ببینید، اولا ما دولت تل‌آویو نداریم، پایتخت اسرائیل در اورشلیم و دولت در اورشلیم، دولت تل‌آویو نداریم. این یکی. دومی که شهری به نام بیت المقدس نداریم. بیت المقدس تپه است در اورشلیم که در گذشته بیت همقداش یا بیت المقدس متعلق به یهودیان در اونجا وجود داشته، ویران شد و 1600 سال بعد عرب آمدن و اونجا مسجد الاقصا رو بنا کردن. سوم این است که مسجد الاقصا در اشغال اسرائیل نیست، تولیتش به دست دولت اردنه و همونطور که الان مسلمانان امارات و بحرین میتونن بیان و در مسجد الاقصا نماز بگذارند، مردم عربستان سعودی هم میتونن این کار رو بکنن. نکته چهارم، عربستان سعودی از هنگام به روی کار آمدن بن سلطان و محمد بن سلطان در واقع ولیعهد داره تغییراتی میکنه و این تغییرات از جمله این است که به یهودی ها اجازه میدن وارد خاک اونجا بشن و حتی کارهای بازرگانی بکنن و غیره و غیره. و نکته دیگر مسئله قلدری و اشغال و بیکاری و سوء استفاده، این هم درست نیست، به خاطر اینکه اگر قلدری هست تروریست های فلسطینی هستن که اسرائیلیان رو میکشن و اسرائیلیان از خودشون دفاع میکنن. اگه پرسشتون رو تکرار بکنید بهش جواب میدم. خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادین. سوال من در مورد این بود که آیا این دیدار به نظر شما صورت گرفته یا نه، چه دلیلی داره به این شدت تکذیب میشه؟ خیلی ساده است. اولا تردیدی ندارم که این دیدار انجام گرفته. تکذیب میکنن به خاطر اینکه اسرائیلی ها کار بدی انجام دادن، این لازم بود که محرمانه باقی بمونه برای عربستان خادم حرمین شریفین. شایسته نیست که اسرائیلی‌ها بگن که نخست وزیرشون رفته با محمد بن سلطان و پومپئو گفتگو کرده و برگشته. به هر حال آقای نتانیاهو با دست خالی برگشت، با دست خالی برگشت به همون دلایلی که آقای نوری‌زاده بهش اشاره کردن و اون طرح صلحی که عربستان سعودی ارائه کرد و همچنین تعهدی که نسبت به فلسطینی ها دارن و مقامشون در به عنوان رهبر مسلمانان جهان. و این واقع که خمینی از 60 و چند سال پیش گفته بود که نظام عربستان باید سرنگون بشه. آقای نوری‌زاده، اشاره آقای امیر رو خیلی دیگه هم میکنم، میگن که ممکن هست که تکذیب میشه و گفته میشه که این دیدار صورت نگرفته. دلیلش این هست که کسانی مثل آقای ترکی فیصل جزو اون طبقه در واقع محافظه‌کار قدیمی‌تر سلطنت سعودی هستند و متفاوتند با جوانی مثل بن سلمان که نگاهش به دنیا متفاوته. بنابراین ممکن است که این دیدار صورت گرفته باشه ولی اونها نمیخوان بپذیرن. شما چی فکر میکنید؟ جایگاه فیصل و فرزندانش یه جایگاه ویژه است. همطور که نگاه میکنیم برادر ترکی الفیصل الان استاندار مهمترین استان سعودی یعنی مکه است و بنابراین میخوام بگم این خاندان یک جایگاه ویژه‌ای دارن. آقای ترکی الفیصل بدون اجازه پادشاه و مشورت با او هرگز این حرفا رو نمیزن. بنابراین این که آقای آیا بن سلمان بدون مشورت پادشاه چنین کاری ممکنه کرده باشه؟ ابداً. و آقای امیر اینه که میگه ملاقات ممکنه دو تا مأمور اطلاعاتی سعودی با دو تا مأمور اطلاعاتی اسرائیل در یه شهری ملاقات کرده باشه. خود امیر ترکی الفیصل اولین نفری بود که با وزیر خارجه اسرائیل تو کنفرانس دافوس گفتگو کرد، خیلی علنی و در برابر همه و انتقاداتش هم مطرح کرد.
اما من یه نکته رو میگم. اولا ممنونم آقای مناشه امیر اینقدر گشاده دستی دارن، اجازه دادن به مسلمان ها برن بیت المقدس رو زیارت کنن. حداقل ایشون در این مقام ریاست رادیوی صدای اسرائیل این کارو کردن. اما بیت المقدس بخش شرقی اورشلیم، اون بخشی که مسلمانان قرنهاست در اونجا زندگی میکنن و زیتون فلسطینی که جلو خونش کاشته 1000 سالشه، شما نمیتونید بگید من 5000 سال پیش اینجا خونه داشتم حالا بعد از 5000 سال برگشتم خونه رو بگیرم. خب اینجوری باشه ما باید تمام روم رو بریم بگیریم، تمام آسیای میانه رو، همه جا رو، ایران قفقاز رو باید بریم الان بگیریم؟ نه، اینجوری ارزیابی نمیشه. ملت ها فقط جغرافیا نیستن، فرهنگن، تاریخن، همه اینا هستن. بله. یک فلسطینی و یک یهودی به دنیا آمده در حیفا یا بیت المقدس یا در تل آویو به مراتب با هم نزدیکترن تا یهودی که از اوکراین اومده یا از آسیای میانه اومده. اینا به اون سرزمین تعلق فقط مذهبی دارن، ولی اون عرب و اون یهودی که اونجا زندگی میکنن ریشهشون در خاکه. بله. و ارتباط اینا به داستان عربستان چگونه است آقای نوری‌زاده؟ عرض میکنم حالا عربستانم نمیتونه خیلی همچی شورتر از نمک بشه. عربستان نمیتونه تو این شرایط بیاد بره با اسرائیل رابطه برقرار کنه. آقای امیر محمد بن سلمان آدم شجاعی. عربستان امروز رو شما میبینید حیرت میکنه، پسر و دختر تو خیابون با هم را میرن، کنسرت میرن، سینما میرن، همه اینا یه چیز تازه است در عربستان. خانوما رانندگی میکنن، آرزویی که 50 ساله داشتن. اما محمد بن سلمان اختیاراتش در یک جای محدود میشه. اون مسائل امور استراتژیک هست. مثلا محمد بن سلمان خیلی تند و تیز بود در مورد ایران، شاید در یه زمانی هم علاقه داشت درگیرم بشن. اما اوغلای قوم اونجا گفتن این به مصلحت نیست و جلوشو گرفتن. الان هم شما در رسانه‌های عربستان نگاه بکنید سایه ایشون یکم کم رنگ‌تر شده، مثل قدیم نیست که هر سفر رو باز میکردی ایشون مشغول افتتاح یک پروژه بود یا سفر بود یا نه. الان مقداری فرو کاسته و حتی خود پادشاه رو میبینیم الان در همین اجلاس 20 پادشاه با وجود بیماری و کهولت و سختی مدت طولانی صحبت کرد و اداره رو خودش برده. متوجه. من میخوام بحث رو بچرخونم به سمت ایران، چون برای ما روابط عربستان و اسرائیل اهمیتش برای بیننده ما به جایی برمیگرده که مسئله ایران طرح میشه. اشاره کردید آقایون که این دو کشور ممکنه که علیه ایران همکاری داشته باشن ولی در ظاهر رابطه نداشته باشن. آقای امیر به نظر شما چقدر این که رابطه باشه رسمی یا نباشه میتونه روی همکاری اینها در مورد ایران تأثیر بگذاره؟ بله، سوال بسیار بسیار مهمی است. در مورد سخنان آقای نوری‌زاده درباره فلسطینی‌ها و حقشون بر این سرزمین، متاسفم که ایشون بحث رو به اون مجرا کشوندن، صحبت روابط عربستان با اسرائیل و ایران، که انشالله در فرصت دیگری اگر خانم قاضی‌زاده اقدام بکنن ما مسئله فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها رو مطرح خواهیم کرد. در مورد عربستان و اسرائیل و ایران، عربستان واقعا در یک وضع ویژه و حساسی قرار داره. از یک طرف همونطور که گفته شد خادم حرمین شریفین و مقام رهبری رو دارن در جهان اسلام، و از سوی دیگر از طرف یک حکومت شیعه در ایران مورد تهدید هستند. و باز یادآوری میکنم که خمینی در کتاب کشف الاسرار نوشته بود که حکومت وهابی سعودی ها رو باید برانداخت. این رو 60-70 سال پیش نوشته بود و ما در طول 42 سال اخیر میبینیم که حکومت ایران عملا میخواهد که این کار رو اجرا بکنه. یک مثال در مورد اشتراک منافع بین اسرائیل و عربستان براتون بزنم. ما توی رادیو پیام اسرائیل امروز منتشر کردیم از قول دو منبع آگاه اطلاعاتی که من شخصا باشون صحبت کردم و بررسی های دقیق به عمل آوردم، خبر این است که حکومت ایران یکی از گزینه‌هایی رو که بررسی میکنه برای
انتقام جویی کشته شدن محسن فخری زاده، حمله موشکی از توسط حوثی های یمن به سوی کوره اتمی دیمونا در اسرائیل. ببینید چقدر این شباهت داره به حمله موشکی حوثی ها به فرودگاه بین المللی ریاض. متوجهم که به هر حال ایران ممکن هست که اقداماتی بکنه علیه دو کشوری که اونها رو همدست میدونه در این اقدامات، اما بحث ما این هست آیا این اختلافاتی که همین الان روشن هست که به جدیت بین عربستان و اسرائیل وجود داره اونقدر رنگ میبازه در مقابل یک دشمن مشترکی مثل ایران که اینها بدون نگاه به این به هر حال اختلافات قدیمی با هم علیه ایران هم دست بشن؟ اگه کوتاه بگید آقای امیر. بله ببینید، مسلما امکان داره، یعنی ما روابط را در دو سطح آشکار و پنهان بررسی بکنیم. آشکار عربستان میتونه به ابراز حمایت از فلسطینی ها ادامه بده، پنهان میتونه و وجود داره، این الان هستش، باید بیشتر ریشه بگیره که دو کشور به صورت پنهان و به شرط اینکه اسرائیلی ها دهانشون رو ببندن و اخبار رو فاش نکنن میتونه بسیار گسترش پیدا بکنه. عرض کردم که تا چه حد اسرائیل و ایران، اسرائیل و عربستان در برابر حکومت ایران در یک خطر مشابه قرار دارن. خیلی نکته جالبی رو اشاره کردن آقای امیر، آقای نورزاده. ما سالها بارها شنیده بودیم اتفاقا ایران و اسرائیل هستند که منافع مشترکی دارن در این منطقه علیه کشورهای دیگر عرب منطقه. الان انگار کاملا این تغییر کرده و یک بالانس دیگری شکل گرفته. فکر میکنید که این چقدر پایدار هست چنین در واقع تغییر معادلات؟ شاه به این واقعیت کاملا آگاه بود. ایران، ترکیه و اسرائیل سه دولت غیر عرب منطقه بودند که دو تاشون مسلمان بودند و یکیشون هم مشکلای اساسی با عرب ها و فلسطینی ها داشت. و همیشه شاه معتقد بود باید روابط بالانس با عرب ها داشته باشه، ولی با این دو کشور روابط نزدیکتر. اینه که با ترکیه در همون حالا اول سنتو بود، بعد تبدیل شد به پیمان مرکزی و بعد پیمان سه دولت با پاکستان، و با اسرائیل هم روابط تنگاتنگ پنهان و نه چندان آشکار، و حتی اسرائیل رو به صورت دو فکتو به رسمیت شناخت، دو فکتو و نه دو ژوره، یعنی موجودیت رو به رسمیت شناخت. ولی روابط تنگاتنگ، خاطرات علم رو بخونیم کافیه بدونیم روابط نزدیک بوده. ولی در این حال اینقدر شاه نفوذ داشت که قطعنامه 242 سازمان ملل به گفته آقای اردشیر زاهدی دیکتش رو ایشون کرده و مال ایران بود. بنابراین میخوام بگم اون سیاست کنار گذاشته شد. جمهوری اسلامی بی دلیل از روز اول، همونطور شعار مرگ بر آمریکاش معنا نداره، مرگ بر اسرائیلش هم معنا نداشت. اونتا یه روزگاری بود که مستمعانی داشت، ولی امروز در میان فلسطینی ها فقط موزبگیراش براش دست میزنن و الا نه ابو مازن احترامی برای این رژیم قائل، نه اعتباری قائل، نه دولت فلسطین. و شما با خیلی از فلسطینی ها، با خانم حنان اشراوی، با صاحب عریقات که تازگی درگذشت، با روشنفکران فلسطینی به شدت با جمهوری اسلامی مخالفن و جمهوری اسلامی رو عامل تفرقه فلسطینی ها و مصیبت. و بارها من شنیدم از خود ابو مازن و پخش کردم که گفت جمهوری اسلامی ضررش برای ما از اسرائیل کمتر نبود. متوجهم آقای نورزاده، من سوالم مربوط به اینه که چقدر این همکاری حالا پنهانی که بین عربستان و اسرائیل صحبتش میشه که هست علیه ایران قابل ادامه دادنه با توجه به اختلافات گسترده‌ای که اینها همونطور که شما اشاره کردید دارن در زمینه‌های مختلف. مصالح گاهی اوقات الزام میکنه بر دولت‌ها چیزهایی رو که شاید خوششون هم نیاد. شاید واقعا پادشاه سعودی خیلی علاقه نداشته باشه با آقای نتانیاهو دست بده، ولی مصلحتش و سلامت کشورش و بقای خودش ایجاب میکنه. اما فعلا پنهانکاری، فعلا منم با آقای امیر موافقم که احتمالا اینا در پنهان با هم گفتگو میکنن، مسئولان امنیتیشون در آمد و شدن، ولی
این که روابط کامل رسمی برقرار کنه فعلا من باور نمی‌کنم. آقای امیر، جو بایدن در راهه و به نظر میاد که همه کشورهای منطقه به نوعی نگرانند از اینکه او میخواد برگرده به برجام. فکر میکنید که این چقدر میتونه نقش ایفا بکنه و آیا راه آسان هست برای ایران و آمریکا برای شروع مذاکره دوباره؟ و میتونم بگم که دو تا کشور نگرانن، یکیش عربستان سعودیه و یکیش اسرائیله. ببینید، نگرانی عربستان سعودی برمیگردن به سفر نتانیاهو به عربستان و دیداری که با محمد بن سلمان و پومپئو داشت. با دست خالی برگشت. چرا با دست خالی؟ به خاطر اینکه عربستان سعودی اگر ترامپ ادامه میداد، عربستان به سوی اسرائیل با گام‌های مستحکمتری پیش میرفت. ولی چون میبینه که الان احتمال داره که آقای بایدن بیاد، آقای بایدن به عربستان چندان نظر خوشی نداره و بارها ازش انتقاد کرده. در مورد اسرائیل، ایشون از طرح دو کشور برای دو ملت و ممنوعیت آبادی سازی اسرائیل در کرانه باختری صحبت میکنه. به این علت عربستان و اسرائیل از یک سو منافع مشترک بیشتری دارن و سوی دیگر آمدن آقای جو بایدن تا حدود این روند عادی سازی روابط بین اسرائیل و عربستان رو دچار اختلال میکنه. ولی خواستم توضیح بدم که از نظر استراتژیک، امنیتی و دفاعی اسرائیل و عربستان منافع بسیار بسیار مشترکی دارن. اسرائیل بسیار ورزیده است در تعریزی مبارزه ها، نبرد ها و جنگ ها. عربستان سعودی یک انبار بزرگ اسلحه است. عربستان در زمین بسیار گسترده است و اگر یکی از دو کشور هدف حمله حکومت ایران قرار بگیره، مسلماً این دو کشور به هم نزدیک خواهند شد. یادآوری میکنم وقتی که در دولت اهود باراک و اهود اولمرت احتمال حمله نظامی برای نابود کردن تأسیسات اتمی ایران مطرح شد، گفته می شود و من باور می کنم که عربستان گفته بود اگر بخواهید این کار رو انجام بدید می تونید از حریم هوایی ما بگذارید. و امروز هم عربستان به امارات، اسرائیل و بحرین اجازه می ده که هواپیماهاشون از حریم هوایی عربستان. اینها همه نشون می ده که بسیار مشترک. حالا چطوری میشه که ظاهر رو حفظ کرد و عربستان کنار آمدن با اسرائیل متهم نشه؟ این کار آسانی است، باز به شرط اینکه اسرائیلی ها دهانشون رو ببندن. و ولی به نظر میاد که خب به هر حال برای اسرائیل کنترل رسانه ها کار چندان ساده ای نباشه. به هر حال اسرائیل در این زمینه آزادی بیانی داره که شبیه کشورهای غربی است. ولی فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان گفته که ما آماده ایم که درباره موضوعاتی که ما نگرانی هستن گفتگوی واقعی انجام بدیم با ایران، اما ایران حاضر نیست. آقای نوری‌زاده، قبلا هم شنیدیم که ایران میگفت که ما قصد داریم با این کشورها مذاکره بکنیم. چه چیزی نمیگذاره که اینها مذاکره بکنن؟ موانعشون چیه؟ از نظر سعودی ها میگویند با کی مذاکره بکنیم. سعودی ها خیلی آقای ظریف رو دوست دارن، قبلا آقای خرازی رو همینجور، با آقای خاتمی خیلی علاقه داشتن، اما میگن اون کسی که ما باید صحبت بکنیم اینا نیستن، آقای خامنه ای. دو سال و نیم قبل یک فرصتی پیش اومد برای اینکه سعودیا با ایرانیا وارد گفتگو بشن. قرار بود اول مرحله اولش هم محرمانه باشه، در خارج ایران و عربستان باشه، همه چیز برنامه‌ریزی شده بود. حتی سعودیا آدمایی که صحبت میکنن تعیین کردن و از جانب ایران هم برای اینکه سعودیا میگفتن باید نمایندگان آقای خامنه ای باشن و یه تأکیدی روی آقای شمخانی داشتن که زبان عربی بلده و همینطور آقای ولایتی، اونا هم ظاهراً با این مسئله موافقت کردن. اون واسطه‌ای که آمد و شد میکرد ناگهان در کمال ناامیدی گفت آقای خامنه‌ای گفتن نه. منظورم اینه که سعودیا دو سه بار ابراز کردن، از اون بر ایرانیا چند بار اظهار کردن، ولی از زمانی که ملک سلمان اومد همین یه باری بود که بهش اشاره کردم و هر بار سعودی‌ها گفتن بسیار خوب. ایران اول مشخص بکنه کی با ما گفتگو میکنه.
ما آقای ظریف رو خیلی دوست داریم باهاش مهمونی بدیم، ولی برای مذاکره ما آقای ظریف رو قبول نداریم، چون آقای ظریف سر تا پا لطف قول میده ولی فردا قبول نیست. کمان که آقای خاتمی با ما بهترین رابطه رو برقرار کرد. میونه کلامتون اومدن آقای بایدن چقدر میتونه این وضعیت رو تسهیل بکنه؟ ترجیح میدن سعودی ها در این مرحله روابطشون با ایران اینقدر پرتنش نباشه. الان سعودی ها یه شرط دارن، ایران از یمن بیرون بره و با هم گفتگو کنن برای آینده یمن و در لبنان اینجور چوب لای چرخ نگذاره. لبنان وضع خرابی داره، هر آن ممکنه لبنان یک انفجار بزرگ وحشتناک صورت بگیره. وقتی لیره به 80 میرسه، دلار به 8000 لیره میرسه و مردم گرسنه و یک ماه آقای حریری به خاطر وتوهای حزب الله و جمهوری اسلامی نتونست کابینه تشکیل بده. سعودی ها میگن سر لبنان و یمن یه توافق اولیه بکنیم، بعد بشینیم با هم راجع به همه چی صحبت. 30 ثانیه فرصت داریم آخر برنامه بدم به آقای امیر. آقای امیر، اسرائیل چه احساسی داره در مورد اینکه اگر مذاکره ای باشه بین اینها؟ ببینید، من شخصا به این احتمال که ایران اسلامی و عربستان بتونن با هم به توافق برسن و روابط دوستانه برقرار بکنن بسیار بسیار بدبینم و وقت نداریم براتون در یه فرصت دیگر. متاسفانه نداریم. خیلی متشکرم آقای امیر. ولی مسلم این است که اگر مذاکرات بین عربستان و ایران آغاز بشه، اسرائیل تلاش خواهد کرد که از طریق امکانات دیپلماتیک داره تاثیرگذار باشه بر عربستان که برخی از خواسته ها و آرمان های اسرائیل رو ارائه بگنجونه. متشکرم آقای امیر، متشکرم آقای نورزاده و ممنونم از شما که با این صفحه دو همراه ما بودید. شب روزتون خوش.